مجسمه یه مادر بزرگ. ارگ کریم خان محل زندگی کریم خان است. پیر مرد آرام کرد آغاز پیش روی لشکر دو. میگن دروازه قرآن، چند تا دروازه مثل اینه. مجسمه یه مادر بزرگ در حال بافندگی. کمربند کیفی هم بخریم و حدود 240 هزار تومان میشه. نه به دلار میشه 6 تا حدود 4 دلار میشه. اون دستتون در نمیاد. ارگ کریم خان زند. خب کریم خان زند یکی از پادشاهان ایران. حالا میرم از نزدیکم بین برداری میکنم و اینکه نزدیک سال تصحیحی این غرفه ها رو باز میکنن تا مردم بتونن با قیمت مناسب تر وسایل مورد نیاز خودشون رو خریداری کنن. شیراز عهد تمدن ایران. نظرمون داخل این شهر ظاهر کرده اینه که هموطنهای بلوط هم داخل این شهر زیاد هستن. واقعا خب فاصله سیستان و بلوچستان و شیراز خیلی و زای تعجب داره که اینقدر بلوط داخل شیراز میده. اینم هر یک کریم‌خان زند.
بلیتم خریدم و قیمت دو دلار شد میسر و سی هزار. اوف حتما درباره سرگذشت و قدمت ساخت این زو داخل زینویس توضیحات میدم. دوشنبه ختم این مردن واقعا یه جای بسیار زیبا و خنک و عالی. از کدوم باید برم؟ خب از پله ها بریم بالا سمت راست به میاتر بریم. بذاره ما رو عد بشیم بذاره هم نگاه کنیم. حالا اون شخص که روی صندلی نشسته کریم خان زن بکنم اینا هم رو باشران شم و اینم انگلیس فکر کنم یه چی بعد از انگلیس چون لباس ها و تکمه هایی که پوشیده ایشون از اروپایی بودن میده و حتما از کسی مسئول اینجاست. میخوام توضیحاتی درباره این مکان بهمون بده. یا ارگ کریم خان محل زندگی کریم خان زند و یک ارگ حکومتی نظامی و مسئولی هست و در واقع اینجایی که میبینید هم محل زندگی کریم خان هست و هم اینکه اینجا زندگی میکردن و هم اینکه حکومتی ها در طبقات پایین تصمیمات حکومتی میگرفتن. ببخشید لبه حوض چون حوض قدیمی هست اصلا نباید پاتونو بذارید خونه مادهی نستم ببخشید لبه حوض اصلا نباید پاتونو بذارید یعنی سواد گردش گرید آره این هم خوزستانی بوده تا من میام پاشو دوباره میزن آره مردم ایران همینن لحظه ای گوشت بنابراین این قسمت ضلع شمالی یا شاهنشین شمالی هستش که محل زمستان نشین بوده. این قسمت ضلع جنوبی یا شاهنشین جنوبی که تابستان نشین هست یعنی در فصل زمستان اینجا بسیار سرد هستش و اون قسمت هم شاهنشین اصلیه. ببینید دوستان من عمدن از کنار این حوض اومدم. وقتی وارد یک بنای یک باغ ایرانی میشیم اولین حوض رو که دنبال میکنید میرسیم به شاهنشین اصلی که چه بسا اگر ما 280 سال پیش اینجا بودیم الان کریم خان اونجا نشسته بود. و این چیزی هم که میبینید فواره ها رو من میخوام توضیح بدم که چه شکلی کار میکرد. دوستان ببینید کریم خان آب رکنی رو که یک چشمه بود در شمال شهر شیراز هدایت میکنه از طریق قنات میاد در یکی از برج‌ها از طریق یه لوله های اون آب که با فشار میاد از لوله ها میرن بالا و این بالا یک حوض قرار داشته
و از طریق اون حوض که پر میشد در پوش حوضو که برمیداشتن آب جاری میشد، از یه سری لوله های دیگه از این فواره ها میزد بیرون. شما با فواره ها رو بیشتر الان نشون بدید، تشریف بیارید دوستان. فواره های چی میگی؟ ما میریم اتاق مجسمه رو میبینیم، تشریف بیارید. خیلی اون دوستان در زمان رضا شاه اینجا تبدیل میشه به زندان، میشه زندان شهرش. تمام اتاقهای بزرگ و یا حتی همین ایوان یه سقف داده بودن، چند تا سلول پایین و چند تا سلول بالا درست کرده بودن، به این شکل زندانی ها رو اینجا جا میدن. من خود دستات زندانی ها رو به شما نشون بدم. تشریف بیارید. سردمان سیفی 26-45 مرخصش یادبود حسین باقانزاده سال زندان 1342. اینا رو زندانی ها نوشتن درسته؟ شمشیر که شمشیر اصلی نیست و ایشون برادر کنیم هستن، نفر بد داماده کنیم میخوان که داستان نابیناش اومد نیوزه میکنم. ایشون راه نما دوستان، شما که اینقدر مشتاقی دم در هست. نه نه نه، به صورت باتون میام. ایشون هم راه نما گرفتن، یه هزینه ای داره. سخت رو ببین کریم خان زن. اینا رو نگرفته بودی دیدی؟ کدوم ها؟ کل نقاشی ها نقاشی های گل و مرغ هستن. این نقاشی یه جورایی سبک شیرازه. ما در شیراز این مدل نقاشی زیاد داریم. ببینید اگه مثلث گردشگری ایران شیراز و اصفهان و یزد باشه، ما در اصفهان تو کاخها خیلی این مدل نقاشی رو نمی‌بینیم، در یزد هم نمی‌بینیم، در شیراز بیشتر می‌بینیم. در شیراز اون مدل نقاشی مثل مینیاتور و حالا پورتره و چیزای دیگه هم دیده میشه. خب تشریف بیارید. تشریف بیارید. اونا من نمی‌خوام بگید چی میگین؟ هیچ؟ اینجا در واقع یه سری پله هستش بیرون، یا از اینجا وارد میشن که بتونن وارد بشن به این اتاق یا این اتاق. معمولا یه سرباز پشت این در یا یک سرباز پشت این در نگهبانی میدادن. اونجا شومین است که میتونستن در فصول سرد ازش استفاده کنن. ایوه اینجا رو میگه چه شومین است؟ اجازه بده که ردشن بقیه دوستان. من میخوام شعر زیر شومینه رو برای شما بخونم. شعله گشتم عاقبت تا دل به نگرش دوختم، چون بخاری بهر آتش پاره جان سوختم. به تشریف این جلوتر که من خیلی هم بلند صحبت کنم. اینجا ضلع جنوبی یا شاهنشین جنوبی هستش که مخصوص تابستان نشین هست و ستون ها رو دقت کنید، میبینید ستون های اینجا دو تکه است. در واقع آقا محمد خان قاجار وقتی که به حکومت میرسه میاد و در این مرگ 280 ساله ستون های این قسمت و یا حتی همون ایوان اصلی رو با خودش میبره که در کاخ گلستان تهران به کار ببره. و این ستونی هم که الان اینجا شما میبینید در واقع آقا محمد خان میاد دو تا ستون چوبی اینجا کار میذاره. در سال 1374 یا 75 که اینجا دیگه تقریبا مرمت شده، اون مرمت یا به این نتیجه میرسه که اون ستون های چوبی دیگه کاربرمه نداره، بنابراین ستون ها عوض میشه و به این شکل در میاد.
درست. خب برجی که کج شده رو دیدین؟ نه. یک برج اینجا کج شده، در واقع برجی هستش که به این قسمت هست. اینجا برجی که کج شده دلیلش اینه که در زمان قاجار یه زلزله میاد و اون زلزله در به واسطه اون زلزله لوله های سفالی زیر زمین میشکنن. بنابراین زمانی که از حمام استفاده میشده اینا اطلاع نداشتن که از حمام داره استفاده میشه، بنابراین اون برج کج میشه، آب نشت میکنه به زیر این برج و کج میشه. برج اینجاست، میتونید از اینجا ببینید، اینجا رو ببینید. خب بعد میدیم حمام رو میبینید. تشریف بیارید. این برزش میگه چت شده. داخلی مکان هم سرویس بهداشتی هستش. خوشم نمیاد از اونا فیلم برداری کنم. و کو جاهای دیگر رو بازدید کنید، مثل تخت جمشید، نقشه رستم، پاسارگاد، کاخهای ساسانی، یا بخواین جای دیگه شیراز رو ببینید من هم باید کنید. دستتون در نکنه، خیلی ممنونم ازتون. عالی پایی بگیریم میرفتن. های صنایع دستی هست که جلوی ارگ کریمه. آره ببخشید ببخشید. Thank you.
یه مدت با هم سبز بیا همه رنگ بیا یه چی برم بذار روی اصلا اسمان نیست میدیگه تو دشگیری کس نزیکش کنی اصلا اسمان نیست چی نیست؟ اسمان من داخل این شب مردمونش بسیار مهمان‌نواز و خوب‌گرمن و با مسافران خیلی مهربون رفتار میکنن، انگاری چند سالی اونا رو میشناسن و بسیار صمیمانه رفتار میکنن. این هم راننده چی ما استخدام کردیم و نمیدیم سوزوری من رو اوورد داخل این شهر. در های دور گرگی خسته می نارید، برف روی برف می بارید، باد بالش را به پشت شیشه می مارید. بامداد بی آمد پیرمرد آرام کرد آغاز، پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست دشت نه دریای از سرباز. آسمان ابرهای پربار خود را داده بود در دست، بی‌نفس می‌شد سیاهی در دهان بامداد، باد پر می‌ریخت روی دشت باز دامن البرز. لشکر ایرانیان در استرابی سخت در داور دوم و دوم و سه و سه به پچ پچ گرده یکدیگر، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته، ملت چون دریا برا شفته، به دوش آمد خروشان شد به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن، منم آرش سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چون بامداد آماده دیدار. مرا پیر است آتش بر، مرا باد است فرمان بر، بشاید خاره را امروز روز دور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نیروی جبانی نیست. پسانگه سر به سوی آسمان بر کرد، با آهنگ دگر گفتار دیگر کرد. درود. الانم داخل آرامگاه حافظ از این چیگاهیش میگن حافظیه، راحت میشه داخل این مکان. پله‌ها که فقط باعث کمر درد من میشه. این قبر حضرت حافظ استش.
هر کس یا گروهی توضیحات کامل مجموعه آرامگاه حضرت حافظ رو بخواد براتون انجام میدم. سپاس از جزئی میدم شما عزیزان تمایل و شنیدن اونجا کامل گفت اساس مقبره های شخصیت های مهم خب من بلا را هم بگیرم سقف و داخل رستوران و نوشیدنی غذا سفارش داد. شهر بازی کدوم قسمت؟ والا من شهر بازی وقت بزرگ شدم به سن من نمیخورد ولی میدونم که بچه خواهرم و اینا میبردن اینجا هم دروازه قرآن اجزایی که اجزای خیلی قدیمی داخل شیراز قبلا از این مسیر رفت آمد کردن. حالا بیام داخل تصویر بهتونشون بدم. میگن دروازه قرآن چند تا دروازه مثل این هستش، دروازه اصفهان و چند تا دیگه که من اسماشون رو دقیق نمیدونم. و وسایلی که مردم میتونن خریداری کنن ازشون وسایلی که میفروشن. یکی از شاعران بزرگ که قرن هشتم هجری قمری میزیسته، ولی خب من اولین بار که اسمشو میشنوم. اینم
که از شعراش نوشته. کلن این سمت از خیابون انگاری شده محل فروشندگان دست فروش. براتون جالب باشه ولی خب داخل وانتا هم فلافل و فسفوتی میفروشن، مشتری هم زیاد دارن.
بهش میگن باغ زنت. این قسمت ورزشی کامل پیست دو چرخ سواری داره و زمین برای فوتسال داره، زمین برای والیبال داره، کامل ورزشی هست قسمت. اون سمتش هم باشگاه ورزشیه. این قسمت هم کل پارک هست که قبلا باغ بوده، باغ محصولی، یعنی میوه داشته، میوه های گیلاس، زردالو، هرچی که حسابش کنید، تبدیل به پارک شده. اگر دقت کرده باشید درخت ها همه قدیمی هست. این هم در ذهب چسی چی میگه دوت سرخ سواری خانوما داخل ایران ممنوع. خودتون هم خانوما رو میبینید چه دارن دوت سرخ سواری میکنن. بینندگان همونطور که میدونین داخل سایر کشورها از ایران هست، فرهنگ ایران بد میگن و ایران رو اونطور که هست نشون نمیدن و بد جلوه میدن. حتی میگن حجاب داخل ایران اجباری هستش و دختران حق دوچرخه سواری ندارن، ولی همونطور که دیدین این دختر خانم بدون روسری و با حجاب کاملا آزاد داشتن دوچرخه سواری میکردن و کسی هم کاری بهش نداشت. امیدوارم تونسته باشم هر سنگ کوچیک یه درصد کمی هم باشه ایران رو بهتر به شما نشون داده باشم. و واقعا خستم، خیلی هم خستم. نمیدونم شما تا به حال این تجربه رو داشتین یا نه، اینکه 10 دقیقه شاد باشین بعد یهو بدون هیچ دلیلی ناراحت و افسرده بشی، کلن از همه چیز زده بشی، از جشن گذار خسته بشین، از خرید کردن خسته بشین. من دقیقا نمیتور میشم. امیدوارم این روزا هم بگذره و تموم بشه. که میبینی اینجا یک زمین ورزشیه، ولی خب اینجا رو به خاطر بازگشایی مدارس و اینکه والدین راحت‌تر بتونن وسایل مورد نیازشون رو خریداری کنن، اینجا رو به صورت موقت قرفه زدن تا وسایل آموزشی رو بفروشن به قیمت مناسب تر. ببینید الان هم دختر خانم با پسرها دارن والیبال بازی میکنن و کسی هم نیست که کاری بهشون داشته باشه. تو رو قرآن شما رو قسم میدم، تو رو به هرچی میپرستیم گول اون، ببخش خانم، گول اون فضای مجازی رو نخورین. بفرمون این هم یه دختر خانم دیگه بدون روز سایست. Thank you.
یه بازی محلی انجامیدم، حالا این نقششی هم چه چردم به خاطر همینه. این هاینگش به پلی چردن، دلم میخواد برقصم ولی خب رقصیدنم بلد نیستم. گربه چی میخواد از دونه من؟ بیا بیا چیزی هم ندارم بهت بدم بخوری. بیا کش این گربه پرم چه شکلیه؟ خونگیه؟ ها؟ خونگی؟ خرموز الان بشیه؟ بیا هر زمان من میرم این دنبال من میاد. بیا شت.